صدر اعظم آلمان میگوید مهاجران بیشتر را به افغانستان اخراج میکند. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی قانون امر بالمعروف نشان داد طالبان میانه رو سراب بیش نیست. فدراسیون خبرنگاران میگوید افراد مسلح یک خبرنگار افغان را در اسلام آباد لاتکوب کردند و همچنان در پایان خوشین خبر به حد و به اندازه میباشد. مشروع خبرها در پی انتقادها از سیاست مهاجرتی حکومت آلمان، اولاف شولتز روز سه‌شنبه گفت که مهاجران بیشتر را به افغانستان و سوریه اخراج خواهد کرد. او اظهار داشت که مجرمان با محکومیت سنگین دیگر حق برای ماندن در آلمان ندارند. پس از حمله مرگبار روز جمعه، حکومت آلمان با انتقادهای شدید احزاب مخالف و فشار افکار عمومی مواجه شده. در این حمله که توسط یک جوان 26 ساله سوری با چاقو در جشنواره در شهر زولینگن در غرب آلمان رخ داد، 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. شولتز از سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه ZDF آلمان اعلام کرد که قصد ندارد تغییرات اساسی در قانون بین‌المللی ایجاد کند، اما خواستار بازگرداندن بیشتر مهاجران به افغانستان و سوریه است. شولتز گفت که کنترل بر مرزها را تقویت خواهد کرد، اما حکومت قصد ندارد پناهجویان افغان و سوری را بدون ارزیابی درخواستشان از مرز رد کنند. پس از حادثه زولینگن، فریدریش مرز رهبر اپوزیسیون حکومت آلمان خواستار توقف پذیرش مهاجران افغان و سوری شد و تاکید کرد که قانون پناهندگی باید تغییر کند. بر اساس قانون پناهندگی آلمان، مهاجران پس از 5 سال اقامت در آلمان می توانند درخواست شهروندی دهند. صدر اعظم در پاسخ به درخواست توقف پذیرش پناهندگان افغان و سوری گفت کاملا روشن است که ما قراردادهای بین المللی را که آلمان امضا کرده است نقض نخواهیم کرد. ما به قوانین اتحادیه اروپا و قانون اساسی مان پایبند خواهیم بود. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی قانون امر بالمعروف نشان داد طالبان میانه رو سراب بیش نیست. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در واکنش به قانون امر بالمعروف طالبان گفت که این قانون نشان داد طالبان به اصطلاح میانه رو شکست خوردن و به حاشیه رفتند. داود ناجی گفت طالبان میانه رو سراب بیش نیستند و جهان طالبان را آنگونه که در قوانین و فرامین حبت الله آمده است بشناسد. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی در یادداشت در شبکه اکس نوشت که جامعه جهانی و شمار چهره ها و جریان های سیاسی انتظار داشتند آن در چهره های طالبان که در مذاکرات قطر حضور داشتند و وعده اصلاحات و تغییر به مرور زمان را داده بودند بتوانند قدرت تصمیم گیری را به دست بگیرند و زمینه را برای یک گفتگوی ملی و ایجاد یک نظام قانونی و مشروع فراهم کنند. آقای ناجی میگوید که بعد از 3 سال دیگر هیچ شک باقی نمانده است که طالبان نظام امارت اسلامی شان را تمام و کمال برپا کرده است. او نوشت که زمان آن فرا رسیده است تا جامعه جهانی و جریان‌های سیاسی افغانستان طالبان را آنگونه که هستند بشناسند. آقای ناجی تاکید کرده که جهان باید قبول کند که طالبان همین است که در قوانین و فرامین حبت الله آمده، نه اون چیزی که از مذاکرات دوحه تا کنون به خورد مردم داده شده بود. آمریکا برای جلب اعتماد دوباره افغان‌ها از جبهه مقاومت حمایت همه‌جانبه کند. موسسه تحقیقاتی هادسون در گزارش عدالت آمریکا خواسته است برای جبهه مقاومت ملی افغانستان کمک‌های تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی فراهم کند. این موسسه همچنین خواستار اختصاص دادن بخش از دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به جبهه مقاومت ملی شده است. موسسه هادسون در گزارش مفصل که روز جمعه منتشر کرده است گفته است که دولت بایدن علاقه برای تهیه تسلیحات برای جبهه مقاومت ندارد و دولت بعدی آمریکا باید این کار را مخفیانه انجام دهد. در این گزارش آمده که جبهه مقاومت ملی توانسته است پیش از 3 سال از سرکوب طالبان جان سالم بدر برده و ثابت کرده است که یک شریک قدرتمند باقی خواهد ماند. در این گزارش به دولت آمریکا توصیه شده که به این جبهه برای خرید اسلحه کمک مالی بکند. در گزارش تازه مؤسسه هادسون شرایط تازه افغانستان تحت حاکمیت طالبان بررسی شده و گفته شده که جبهه مقاومت ملی تنها جریانی است که در برابر طالبان وارد مبارزه مسلحانه نشده است. در این گزارش آمده است که پالیسی دولت جو بایدن در قبال جبهه مقاومت فاقد چشم انداز از استراتژیک است و افزوده که پالیسی سازان آمریکا بپذیرند یا نه افغانستان بخش مهم از سیاست خارجی آمریکا باقی خواهد ماند. گزارش می‌افزاید که در دهه 1990 میلادی آمریکا ائتلاف شمال را به رسمیت شناخت و اکنون می‌تواند جبهه مقاومت ملی را نیز بین عنوان جریان مخالف رژیم طالبان به رسمیت بشناسد. با گفته لوکافی تهیه‌کننده این گزارش که بین عنوان همکار ارشد هادسون در مرکز اروپا و اوراسیا معرفی شده، روابط آمریکا با ائتلاف شمال شامل حمایت‌های دیپلماتیک و تلاشی‌های دیگر برای مدرک کردن ائتلاف در رسانه‌های بین‌المللی بود. حالا آمریکا نیز باید همین کار را با جبهه مقاومت بکند و یک جا با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای این جبهه حمایت سیاسی فراهم کند.
او به دولت امریکا توصیه کرده که با دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان تماس‌های رسمی برقرار کند تا از نیازهای این جبهه آگاه شود. به همین منظور پیشنهاد کرده تا فرماندهی مرکزی امریکا یک افسر رابط را برای جبهه مقاومت در خارج از سفارت امریکا در دوشنبه تعیین کند. مؤسسه تحقیقاتی هاتسون نوشته است اگر واشنگتن از تعامل با طالبان راحت است، دلیل ندارد که نتواند همین کار را با جبهه مقاومت انجام دهد. این مؤسسه همچنین گفته که در میان کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان مهمترین منتقد طالبان بوده و بیشترین همدردی را با جبهه مقاومت نشان داده است. در گزارش هاتسون آمده است که تاجیکستان نقش مهمی در حمایت از مقاومت علیه طالبان باز کرده و افزوده که آمریکا باید اهداف تاجیکستان با جبهه مقاومت را شناسایی و زمینه‌های مشترک همکاری را پیدا کند. هاتسون توصیه کرده که دولت امریکا نمایندگی سیاسی خود برای افغانستان را از قطر و تاجیکستان منتقل میکند تا نمایندگی دیگر را برای افغانستان در دوشنبه باز کند. به گفته هاتسون این کار دیپلمات‌های امریکایی را با افغانستان و جبهه مقاومت ملی نزدیکتر میکند. لوکافی نویسنده این گزارش همچنین خواستار دعوت از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت به واشنگتن شده است. او میگوید پالیسی سازان امریکا و مردم این کشور از شنیدن پیام مسعود و داستان مقاومت علیه طالبان بهره خواهند برد. در گزارش این مؤسسه دولت امریکا خواسته شده است که در فصل زمستان تجهیزات زمستانی و دیگر کمک‌های غیر کشنده جمله وسایل ارتباطی دوربین دید شب و گیدهای پزشکی در اختیار اعضای جبهه مقاومت قرار دهد. به گفته نویسنده گزارش این کمک‌ها به اعتمادسازی میان جبهه مقاومت و دولت امریکا کمک می‌کند. این مرکز به دولت امریکا توصیه کرده تا در سلسله نشست‌های ویانا شرکت کند. از برسمی شناختن طالبان بیرون حکومت مشروع افغانستان خودداری کند و بخش از 7 میلیارد دلار دارایی‌های منجمع شده بانک مرکزی افغانستان را به دفتر سیاسی جبهه مقاومت اختصاص دهد. تایید کننده این گزارش به نقش جبهه مقاومت ملی در کمک کردن به امریکا در مبارزه با تروریسم هم اشاره کرده. در گزارش آمده که جبهه مقاومت هرچند تنها نیروی ضد تروریسم در داخل افغانستان است، امریکا و شرکای این کشور اقدامی برای برقراری رابطه با این جبهه نکردند. و گفته تایید کننده این گزارش در حالی که امریکا قابلیت‌های تهاجمی مدیر در افغانستان دارد، واشنگتن باید ببیند که جبهه مقاومت چطور می‌تواند امریکا را در عملیات ضد تروریسم در خاک افغانستان کمک کند. فدراسیون خبرنگاران میگوید افراد مسلح یک خبرنگار افغان را در اسلام آباد لاتکوب کردند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبیید میگوید افراد مسلح ناشناس نصیر احمد بهروز خبرنگار افغان را روز یکشنبه در حومه اسلام آباد لاتکوب کرده است. این فدراسیون از پاکستان خواست تا عاملین رویداد را شناسایی و بازداشت کنند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبیید روز چهارشنبه با نشر اعلامیه از عمله به این خبرنگار ابراز نگرانی کرد. در اعلامیه فدراسیون آمده است که این خبرنگار شام یکشنبه 4 سنبله از سوی دو فرد مسلح موتورسایکل سوار در منطقه بهارکوی اسلام آباد مورد حمله قرار گرفته است. نصیر احمد بیروز به این فدراسیون گفته او در خیابان در حال قدم زدن بود که افراد مسلح به او حمله کردند. او گفته افراد مسلح قصد بودن او را داشتند. این خبرنگار تاکید کرده که پس از دخالت آبران افراد مسلح از محل فرار کردند. او گفته پلیس در جریان حمله قرار گرفته است. پلیس اسلام آباد تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. این فدراسیون گفته این دومین باری است که در شهر اسلام آباد خبرنگاران افغان مورد حمله مسلحانه قرار می‌گیرند.